سلام بر شما همراهان برنامه دنیای زن. من رضا هستم و حدود 6 سال هست که با همسرم شیوا ازدواج کردیم. سلام، من هم مریم هستم و حدود 14 ساله که ازدواج کردم. آیا شما در یک رابطه هستید که در اون آزار و خشونت خانگی دیده میشه؟ شاید هم یکی از عزیزانتون رو در چنین رابطه‌ای می‌بینید. آزار و خشونت‌های خانگی می‌تونه به اشکال مختلفی مثل خشونت لفظی و احساسی، مالی، کنترل و حتی فیزیکی بدون توجه به سن و جنسیت، فرهنگ و سطح و طبقه زندگی و در هر کجای دنیا پیش بیاد. متاسفانه اکثر اوقات دلیل و یا مشکل اصلی که باعث چنین رفتاری میشه یا نادیده گرفته میشه یا بهانه‌ای برای اون پیدا میشه. میدونید بر طبق بعضی از آمارهای دنیا از بین هر 4 زن یک نفر ممکنه با آزار و خشونت خانوادگی روبرو بشه و همینطور از هر 6 مرد یک نفر میتونه قربانی چنین رفتاری بشه. ولی بر طبق آماری که سازمان هلال احمر ایران با تحقیق در بین 15,000 زن ایرانی منتشر کرده، تقریبا از هر 10 نفر 7 زن ایرانی قربانی خشونت خانگی هستند. ببینید که چقدر عهدهای ازدواج در دنیا برخلاف قلب و خواست خداست. چرا که در کتاب کلوسیان باب 3 آیه 19 اینگونه میخونیم: ای شوهران، زنان خود را محبت کنید و به آنان تندی روا مدارید. همچنین در کتاب اول پتروس باب 3 آیه 7 پتروس این چنین میگه که در زندگی با همسرتون با ملاحظه باشید و با آنان با احترام رفتار کنید. بیاین به برخی از نشانه های بودن در خشونت خانگی نگاه کنیم. اول از همه ترس از همسره، تا حدی که شما را از لحاظ رفتاری و گفتاری در حضور اون ناتوان میکنه. دوم، دریافت انتقادهای مخرب و تحقیرآمیز از همسر، چه در جمع و چه در خفا هستش. سوم، استفاده ابزاری همسرتون از شما تو کار خونه، در کار بیرون از خونه، نگهداری فرزندان و حتی در رابطه زناشوییتون هست. چهارم، شنیدن تهدیدات لفظی مثل طلاق، جدا کردن فرزندانتون از شما و یا حتی تهدید جانی میتونه یکی از این نشانه ها باشه. و در آخر کنترل و حساسیت بیش از حد در رفت آمد، ملاقات خانواده و یا دوستان، کنترل در استفاده از پول، تلفن، ماشین و طرز پوشش شما هم نشانه‌های بارز آزار و خشونت خانگی هست. اگه شما خود و یا نزدیکان خودتون رو در یکی از این گروه های نام برده شده میبینید، درس و بحث امروز میتونه برای شما مفید باشه. خشونت خانگی در ازدواج مثل یک چرخه عمل میکنه. بیایم با هم به چرخه های خشونت های خانگی نگاه کنیم. آغاز شدن تنش شروع این چرخه است. معمولا شروع تنش بحث در مورد موضوعات روزمره مثل پول، بچه ها و کار هستش. اینجاست که خشونت و آزار لفظی شروع میشه. شخص قربانی سعی میکنه که شرایط رو با خشنود نگه داشتن همسرش کنترل کنه، اما هیچ کدوم از کارهای او مانع این خشونت نمیشه. کم کم شخص خشونتگر صدای همسر خودش رو نمیشنوه و تنش انقدر زیاد میشه که بالاخره به مرحله دوم از این چرخه میرسه. دومین مرحله بیرون ریخته شدن خشونت و اتفاق افتادن آزاره. بیرون ریخته شدن این خشونت میتونه به شکل‌های مختلفی مثل آزار روحی و روانی، جنسی و فیزیکی باشه. و در اغلب اوقات بعد از این خشونت شخص خشونتگر قربانی رو متهم این اتفاق میکنه و از جملات مثل خودت شروع کردی، خودت خواستی و همش تقصیر خودته که من رو به این خشم رسوندی استفاده میکنه.
مرحله سوم از این چرخه آشتی و ماه عسله. در این مرحله شخص مجرم شروع به حس تقصیر میکنه و برای بخشیده شدن التماس میکنه و جمله تکراری دیگه قول میدم که چنین اتفاقی نیفته رو به زبون میاره و به خاطر ترس از رفتن همسرش و یا اومدن پلیس و یا حتی ترس از رفتن آبروش شروع به عذرخواهی کردن میکنه و شخص آزار دیده به خاطر حس ترحم، به خاطر گیجی، خجالت و ترس و گاهی هم به خاطر عشق ساده لوحانه در قسمت‌های خودش رو مقصر میدونه و عذرخواهی رو میپذیره. قسمت چهارم آرامش قبل از طوفان بعدی هست. شخص خشونتگر جوری رفتار میکنه که هیچ اتفاقی نیفتاده. قولهایی که تو مرحله ماه عسل داده تا حدی به اونها عمل میکنه. حتی برای همسر خودش کادو میخره و شخصی که قربانی این خشونت بوده باور میکنه که درگیری ها دیگه تموم شده و همسرش عوض شده. اما چندی نمیگذره که تنش بعدی شروع شده و این چرخه دوباره اتفاق میفته. شاید چرخه‌ای که شنیدید براتون آشنا باشه، شاید هم سالهاست که داری با این چرخه دست و پنجه نرم میکنی. پس بیایید با هم به چند راهکار برای خروج از این چرخه نگاه کنیم. بدونید که شما تنها نیستید و در دنیا از هر 4 زن و از هر 6 مرد یک نفر مورد خشونت خانگی قرار میگیره. همسر صبور بودن و یا ایماندار بودن به این معنی نیست که شما باید در این مورد سکوت کنید و به خشونت تن در بدید. اگه مراجع قانونی وجود داره به اون مراجعه کنید، وگرنه این موضوع رو با شخص امین و یا ریش سفیدی که شخص خشونتگر از اون حساب میبره در میون بذارید. امنیت شما و امنیت بچه ها مهمه. برای حفظ امنیت خودتون اونها اقدام جدی کنید که در مورد این موضوع در بخش بحث و گفتگوی امروز بیشتر خواهیم شنید. بخشیدن همسرتون به این معنی نیست که همه چیز باید به حالت سابق برگرده. در این مورد باید با حکمت عمل کنید.